غبار زدایی از آینه ها. خلیل ملکی، آزاده آذربایجان. همه قولانیم، ایران همه بیقوله. ما خود همه قولانیم، ایران همه بیقوله. از بندر آبادان تا جنگل ماسوله. ترسیم زهر اصلاح کین بدعت مذمومه. شادیم به هر تقلید کین سنت معموله. بیداری ما شاید در حشر بود کیدون. شغل شب و روز ماست بیتوته و قیلوله. خانم ها و آقایان محترم، دوستان، خواهران و برادران دانشور، سلام بر شما. این بحث به خلیل ملکی می‌پردازد، مرد اخلاق و روشنفکری اصلاح طلب و فرهنگساز که در سراسر زندگیش به پرنسیب هایی که به اون اعتقاد داشت پایبند بود و بدون کمترین توجه به قدرت‌های موجود اون چرا حق و حقیقت می‌دانست بیان می‌کرد. هرچند می‌دانست بیان کلمه حق مرارت دارد. در کشوری که فلسفه سنتیش زیر سایه دیدگاه‌های معنوی رشد کرده و در فرهنگی که مذهبش هیچ اشتباهی را تحمل نمی کند، او از آشتی و مدارا دم می زد و برای برقراری سوسیال دموکراسی در ایران با جزمیت فلسفه حزبی در سطح نظری مبارزه می کرد. البته جهانی که ما الان توی اون زندگی می کنیم با روزگار خلیل ملکی تفاوت دارد، از جمله فروپاشی شوروی و کشورهای اروپای کمونیست. اما اون چه از او با ارزش و ماندنی است و شایسته یادآوری، فرهیختگی و دانش سیاسی و راه و روش اوست. خلیل ملکی از گروه 53 نفر بود و از رهبران حزب توده، اما بعدها از حزب توده منشعب شد. همچنین او از افراد تشکیل دهنده جبهه ملی اول بود. در ملی شدن نفت فعالیت داشت و در این دوران رهبری حزب نیروی سوم را هم به عهده گرفت. او علی‌رغم داشتن اختلاف نظر با دکتر مصدق در شماری از مسائل، تا پایان کار در شمار یاران نزدیکش ماند. البته پس از کودتای 28 مرداد سال 32 طی بیانیه‌ای این واقعه را تنها تغییر دولت خواند و از اون به عنوان یک رویداد و نه کودتا یاد کرد.
خلیل ملکی در زمان رضا شاه بورسیه دولتی برای تحصیل در خارج از کشور را دریافت کرد و به همراه گروهی از دانشجویان به آلمان رفت تا در رشته مهندسی شیمی تحصیل کند. تحصیلاتش در رشته شیمی بعدها در شماری از نوشته‌های فلسفی او نمود پیدا می‌کند. اونجا که خواننده را به نظریات علمی ارجاع می‌دهد و به دفعات جامعه و انسان‌ها را با موجودات بیولوژیک و شیمیایی مقایسه می‌کند. او در آلمان به حلقه کوچکی از دانشجویان ایرانی به رهبری دکتر تقی ایرانی پیوست. بعدها هم با وی که می‌خواست مجله‌ای به نام دنیا منتشر کند همراهی کرد. مجله دنیا که گرایش آشکاری به ایده‌های سوسیالیستی داشت، قرار بود به نشر آرا و عقاید بپردازد. اما دیری نگذشت که پلیس بیشتر کسانی را که با مجله دنیا در ارتباط بودند دستگیر کرد. کتاب 53 نفر بزرگ علوی نام آنان را بر سر زبان ها انداخت. خلیل ملکی هم در شمار زندانیان بود. گروه 53 نفر اشاره به اون دسته از زندانیان سیاسی است که در دوران رضا شاه در سال 1316 شمسی بازداشت شدند. این زندانیان که اکثراً در زندان شمار 2 قصر در بندهای 2 و 7 زندانی بودند، بیشتر تمایلات سوسیالیستی داشتند و شماری از آنها بعداً حزب توده ایران را بنیان گذاردند. بین آنان انسانهای فرهیخته و شریف کم نبود و چند نفر هم بودند که هیچ ربطی با زندان و زندانی سیاسی و مقاومت و این چیزها نداشتند و به اصطلاح میان اون عده بر خورده بودند. من در قسمت 11 خاطرات خانه زندگان، زندان قصر یکی از ارکان تاریخ معاصر ایران است، نام همه اونها را آوردم. خاطرات خانه زندگان در سایت خودم در 50 قسمت تدوین شده و موجود است. همنشین بهار .net خلیل ملکی به حزب توده می پیوندند. در پی حوادث شهریور 1320 که ایران به اشغال بیگانگان در آمد و رضا شاه ناچار به استعفا شد و متفقین محمد رضا پهلوی را به سلطنت رساندند، زندانیان سیاسی به استثنای دکتر تقی ایرانی که در زندان جان داد همه آزاد شدند و خلیل ملکی هم جزو آنان بود که بعدها به حزب توده پیوست و به یکی از نظریه پردازان اون تبدیل شد. او تحت تأثیر اندیشه انقلابی مسلط بر جهان، خواستار تحولات انقلابی در میهنش بود. اما با تغییر شرایط ایران بعد از شهریور 1320 به این نتیجه رسید که تحولات کشور باید از طریق پاره ای اصلاحات و از مسیر قانونی صورت پذیرد. خلیل ملکی همچون گریگور یقیکیان، نمایشنامه نویس و کارگردان ارمنی که در ایران ساکن بود و افکار آزادی خواهانه داشت، از انقلابی گری به اصلاح طلبی و به این باور رسید که
اصلاحات قانونی و مسالمت‌آمیز تنها راه مشروع برای تغییر اوضاع ایران است. او نهضت ملی شدن صنعت نفت را مثال می‌زد که یک هدف به تمام معنی انقلابی، یعنی ریشه‌کن کردن نفوذ استعمار را با وسایل مسالمت جویانه به دست آورد. خلیل ملکی پس از زندان رضاشاهی در این تصور بود که حزب توده ترجمان احتیاجات و محرومیت‌های مردم ستم دیده ایران است. به اون حزب امیدها بسته بود. البته وحدتش با اون بدون تضاد نبود. او طرفدار دموکراسی بیشتر در درون حزب و استقلال بیشتر نسبت به شوروی و توجه بیشتر به واقعیات ایران بود. بعدها گفت توده‌ها در مبارزه برای ملی شدن نفت اخلال می کنند. حزب توده پس از برگزاری کنگره اول برای سامان دادن به سازمان‌های ایالتی خلیل ملکی را به تبریز می فرستد. او در خاطراتش نوشته است: در کمیته شهرستان تبریز دیدم که 6 عکس استالین را با هم به دیوار زدند. من 5 تا از اون عکس ها را با دست خودم کندم و گفتم یکی باشد کافی است. مشروط بر این که عکس خیابانی، ایرانی، ستارخان، باقرخان و سایر انقلابیون ایرانی را نیز کنار عکس استالین نصب نمایید. بعد متوجه شدم که در کارخانه ها عکس های متعددی از افسران و ژنرال های شوروی بر دیوار کوبیدن در تبریز. دستور دادم همه اون عکس ها را بیاورم پایین و در صورت لزوم تصاویری از رهبران انقلابی نهضت مشروطه و نهضت توده جای اونها نصب شود. اتحاد شوروی، شوروی سابق، از سال 1320 یعنی 1941 میلادی آذربایجان را اشغال کرده و در اون منطقه جانب فرقه دموکرات را گرفته بود. خلیل ملکی اضافه می کند در آذربایجان روزها مثل یک نیروی اشغالگر رفتار می کردن و افسرانشون حتی با کمونیست های ایرانی هم برخوردی تحقیرآمیز داشتند و این برای من قابل تحمل نبود. ترور شخصیت و اتهامات سخیف حزب توده. خلیل ملکی پس از بازگشت از آذربایجان حزب توده را بوسید و کنار گذاشت. با انشاب وی و دوستانش رهبری حزب اطلاعیه داد و با سر و صدا جار زد که او اخراج شده است، که البته واقعی نبود. وی بعد از جدایی از حزب توده که بنابر نظر او در تحجر و عقب ماندگی دست کمی از حکومت نداشت، با ترور شخصیت و با اتهامات سخیف روبرو شد، اما از میدان به در نرفت. به قول آقای ناصر رحمانی نژاد که تئاتر اجتماعی معاصر ایران با نام وی عجین است، بزرگترین صفت خلیل ملکی جسارتش است و وفاداری به برداشت و نتیجه‌ای که از عملکرد حزب توده میرسد و اقدام کردن است. چون در اون زمان حزب توده تنها حزب مترقی بود و بسیاری از روشنفکران جذب اون شده بودند. انشعاب وی از حزب واقعا کار شجاعانه‌ای بود.
خلیل ملکی همچنان به آرمان سوسیالیسم وفادار بود، ولی وابستگی حزب توده به شوروی را بر نمی‌تافت. او یک جریان مستقل می‌خواست به وجود بیاورد بدون وابستگی و با آرمان ملی و مسلماً با ایده‌های سوسیالیستی. با توجه به قدرت و محبوبیت حزب توده در اون ایام و اینکه مسکو پشتش بود، انشعاب خلیل ملکی واقعاً جسارت می‌خواست. متاسفانه حزب توده هیچگاه با خلیل ملکی وارد بحث نشد، بلکه صرف نظر از اون چه می گفت و می نوشت، یک روز وی را جاسوس انگلیس، روز دیگر نوکر دربار و باز هم روز دیگر جاسوس سازمان امنیت خواند و گفت نفوذی است، خائن است، با حکومت رابطه دارد، حملات بیرحمانه و ترور شخصیت رادیو مسکو نیست پایانی نداشت. گفته می شود شماری از اعضای حزب توده با او هم نظر بودند، ولی تا توپ و تشر رهبران و تهدید رادیو مسکو رو شنیدن جا خوردن و با این توجیه که تشکیلات اصل است، نباید تضعیفش کرد، به علاوه رژیم سوء استفاده می کند، خودشون را به اون راه زدن. ولی خلیل ملکی تا آخر روی حرفش ایستاد، چون با خودش وحدت داشت. آدمی لزوماً اون چیزی نیست که در کلماتش ظاهر می شود. می تواند واقعیت وجودی او فاصله داشته باشد با سخنانی که می گوید. خلیل ملکی این گونه نبود. با خودش وحدت داشت. وقتی در یک دستگاه و تشکیلات نزدیک شدن به مرکز قدرت هدف قرار گرفت، دیگر همه چیز با اون هدف تعریف می شود. در نتیجه افراد حقوق دیگران را راحت زیر پا میگذارند و توجیه میکنند. باید زیر پا بگذارند، وگرنه بالا نمیروند، بالا نمیآیند. در چنین دستگاه و تشکیلاتی ظلم تشویق میشود. تهمت زدن، دروغ گفتن، بیمروتی کردن و پرونده سازی توجیه شده مبارزه با رژیم و عدل انقلابی لقب میگیرد. حزب توده با به اصطلاح افشاگری تلگرافی را منتشر نمود که علی‌الظاهر امضای خلیل ملکی را در پای خود داشت و در روز سوء قصد به جان محمد رضا شاه پهلوی ارسال شده بود. این تلگراف که در یکی از دو روزنامه پرتیراژ اون روزهای تهران چاپ شد، به اصطلاح حمله ناجوانمردانه و خائنانه به شاه را از زبان ملکی زیر سوال می‌برد. پرونده سازان گمان می‌کردند با این کار خلیل ملکی را در وضعیتی دشوار قرار دادند. اگر او جرأت می‌کرد ارسال تلگراف را تکذیب کند، دچار خشم حکومت می‌شد. معنی چنین تکذیبی این بود که او از سوء قصد به جان شاه متأسف نشده است. اما اگر همانطور که آنها امیدوار بودند ارسال تلگراف را انکار نمی‌کرد، می توانستند بر طبل خائن بودن او بیشتر و بیشتر بکوبند و جار بزنند، مزدور رژیم است. همواره تکرار می کردند که دلیل بریدن او از حزب این بوده که با حکومت و انگلیسی ها زدوند کند. اصلا از آغاز آدم درستی نبود، او نفوذی بوده است. خلیل ملکی آنها را با صدور بیانیه‌ای در همان روزنامه غافلگیر و ارسال تلگراف کذایی را قاطعانه تکذیب کرد. پرونده سازان البته خودشون می دانستن که واقعی نبود.
نیروی سوم بر سر زبانها افتاد. با انشعاب خلیل ملکی از حزب، نیروی سوم بر سر زبانها افتاد و پیروانش نوعی کمونیسم و مارکسیسم مستقل از کمونیسم بین‌الملل را مطرح کردند و گفتند با تکیه بر هویت ملی ایرانی به این دیدگاه رسیدند. هفته‌نامه نیروی سوم نشانه ای بود از توانایی خلیل ملکی در گرد هم آوردن تأثیرگذارترین صداهای ادبیات مدرن ایران، از جمله فریدون توللی، رسول پرویزی، جلال آل احمد، محمد علی خنجی، حسین ملک، ناصر وثوقی، هوشنگ ساعدلو، اردشیر محسس، داریوش آشوری، هوشنگ وزیری، ابراهیم گلستان، نادر نادرپور، احمد آرام. صادق هدایت نیز بعضی مواقع در مباحثات آنان حضور داشت. این جریان فرهنگی بعد از هفته‌نامه نیروی سوم، ماهنامه علم و زندگی و اندیشه نو را هم منتشر کردند. روی جلد مجله علم و زندگی در هر شماره نوشته شده بود کمونیست‌ها آزادی را فدای نان و مرتجعین نان را فدای آزادی می‌کنند. حالون که به نظر ما نان، آزادی و رفاه اجتماعی مانع و جمع نیستند. با هم یعنی تناقض ندارن. در پیشانی نشریه علم و زندگی تصریح شده بود ملاک عمل نویسندگان علم و زندگی حق و حقیقت است، نه فریفتن عوام، نه خوشایند ایشان یا هراس از اعراضشون. نقد و نظر خلیل ملکی به پیش از دهه 40 برمیگردد. می دانیم که در آغاز دهه 40 کمونیسم انسانی علم شد و امثال رابرت جیمز و تونی کلیف و دیگران به نقد شوروی دست زدند. نظرات خلیل ملکی مستقل از این موج بود، هرچند از نئوتروتسکیست ها هم تأثیر گرفته بود. وی برداشت خودش را از سوسیالیسم چنین بیان کرده است: ما سوسیالیسم را با آزادی و دموکراسی و استقلال می‌خواهیم، نه سوسیالیسم را برای امهای آزادی و دموکراسی و استقلال ایران. ما با بورژوازی ساخت و پاخت نکردیم و سناگوی ارتجاع مذهبی هم نیستیم. از نهضت ملی ایران که در این مقطع تاریخی آقای دکتر مصدق مظهر و سمبل آن است حمایت و پشتیبانی می‌کنیم. به مذهب و دین مردم احترام می‌گذاریم، چون ما از سوسیالیسم مذهبی نساختیم که اون را جانشین مذهب کنیم. در این حال ما با جهل و خرافات مذهبی سر سازش نداریم. در واکنش به تصفیه‌های استالینی و گزارش خروشچف در 20th کنگره حزب کمونیست سیکرتنی دکلاد خروشووا می‌گفت سال هاست که ما این حرف ها رو می زدیم، حالا آقای خروشچف آمده و حرف های ما رو تایید می کند. خلیل ملکی تا سال 1327، یعنی یک سال پس از انشاب از حزب توده، لنین و استالین رو می ستود. از 1329 به بعد است که می گوید حزب توده آلت بلا اراده روس هاست و سوسیالیسم در شوروی حاکم نیست. او البته بعدها خودش را نقد کرد و گفت در سالهای پیش از 28 مرداد سال 32 من در مورد حزب توده و شوروی تند رفتم. به قول آقای داریوش آشوری، خلیل ملکی سال 1330 همانی نیست که قبل از انشعاب 13 دی 1326 در درون حزب توده بوده است. در واقع بین خلیل ملکی جوان با خلیل ملکی میان سال و پیر تفاوت هاست و باید افت و خیز اندیشه وی را هم در نظر گرفت.
پیوست و گسست از مظفر بقایی. با بالا گرفتن تنش‌ها بر سر ملی کردن صنعت نفت، خلیل ملکی به تشویق جلال آل احمد فعالیت را از سر گرفت و در ادامه با مظفر بقایی کرمانی حزب زحمتکشان ملت ایران را تأسیس کرد. بعدها مجموعی از اتفاقات به اختلافات فزاینده ملکی و بقایی دامن زد. بقایی هر روز بیشتر از مصدق فاصله می گرفت و از اون چه بیشتر شدن جنبه استبدادی حکومت مصدق می خواند انتقاد می کرد. اما خلیل ملکی این حرفها را قبول نداشت و پای حمایت از مصدق ایستاد و از او تمجید و جانبداری کرد. اما در بسیاری از مواقع تمجیدش را با انتقاد مؤدبانه در هم می‌آمیخت. معتقد بود دکتر مصدق برای تحکیم و تعمیق نهضت ملی باید به اصلاحات در حوزه اجتماعی به نفع قشرهای تهی‌دست دست می‌زد، اما چنین نکرد. خلیل ملکی در مورد اصلاحات ارضی اعتقاد داشت که تغییر نظام ارباب و رعیتی قشمندی اجتماعی را به نفع مردم برهم خواهد زد و ما را یک گام به دموکراسی و پیشرفت اجتماعی جامعه نزدیک خواهد نمود و می گفت متاسفانه این موضوع مهم توجه نمی شود. همه پرسی انحلال 17 دوره مجلس شورای ملی در تاریخ 12 مرداد 1332 در تهران و 19 مرداد در سراسر کشور برگزار شد. دکتر مصدق این همه پرسی را برگزار نمود. خلیل ملکی با برگزاری همه پرسی برای انحلال مجلس مخالف بود و استدلال میکرد در این صورت شاه برای عزل مصدق از نخست وزیری بهانه قانونی پیدا میکند. از قول دکتر کریم سنجابی گفته می شود خلیل ملکی با وی و چند نفر دیگر که در بین اونها داریوش فروهر هم بوده نزد دکتر مصدق می روند تا از انحلال مجلس دست بردارد، اما وی بر نظر خود پافشاری می کند. ملکی هم به او می گوید آقای دکتر مصدق، شما به این ترتیب به جهنم می روید، اما ما تا جهنم هم پشت سر شما می آییم. البته در اواخر کار دولت مصدق وقتی ملکی به این نتیجه رسید که این راه منجر به نتیجه نمی شود کنار کشید و کارها را به محمد علی خنجی سپرد. اضافه کنم که داریوش فروهر گفته من اون چرا آقای سنجابی نقل کردن نشنیدم و کسی هم از خود ملکی این را نشنیده است. خلیل ملکی می گفت دولت ملی اگرچه در مقابل قدرت‌های توسعه طلب خارجی جدی و قاطع است، در مقابل فئودالیته و سرمایه‌داران متنفذ که اغلب همدستان همون قدرت‌های خارجی هستند، معتدل و سست و عاری از قاطعیت است. دکتر مصدق شریف‌ترین فرد از اشراف ایران است، ولی ایشان مطابق طرز تفکر طبقاتی و موقعیت اجتماعی خود یک تحول اجتماعی به نفع طبقات زحمتکش را نمیتوانند عملی سازند. میگفت هیچ برنامه‌ای برای پایان دادن به نابرابری‌ها در کشور نیست و سقوط دولت مصدق در صورت تغییر ندادن سیاست‌هایش در چشم‌انداز است. بعدها امثال داریوش شایگان نیز شبیه اون سخنان را گفتند و نه فقط داریوش شایگان. داریوش شایگان در مورد دکتر مصدق تن ندادن به مصالحه و عدم شجاعت در تسلیم شدن به واقعیت را نقد می کرد و می گفت او متاسفانه نتوانست بازی کارتل های نفتی و نقش خرد کننده آمریکا را در عرصه شطرنج بین المللی دریابد. میپرسید آیا بخش مهمی از مسئولیت اونچه پیش آمد بر عهده خود دکتر مصدق نیست؟ این گونه سخنان بی تأثیر از حرفهای خلیل ملکی نبود.
بعد از واقعی 28 مرداد سال 32 خلیل ملکی چیزی بدین مضمون نوشت: فکر میکردم همه چیز از دست رفته و دیگر هیچ امیدی باقی نیست، بالکل مایوس شدم. بعد در اندیشه های رومانتیکی رفتم و در عالم خیال مجسم میکردم که در همون حال و همون شب رقص مرگی برپا شود، ملت محکوم ایران، ملت محکوم ایران ناگهان به پا خیزد و کودتاچیان را نابود کند. خلیل ملکی در زندان فلک الافلاک. بعد از کودتای 28 مرداد خیلی ها زندانی شدند و خلیل ملکی نیست. وی روز دوم شهریور 1332 قبل از اینکه حبس شود نامه سرگشادهی به مردم ایران نوشت و شرایطی را که به شکست جنبش منجر شد توضیح داد. وی نامش را با حمله به ایالات متحده، انگلستان و شوروی به خاطر دست داشتن در سرنگونی مصدق شروع می کند و از یارانش می خواهد چراغ امید را برافروزند، جنبش را زنده نگه دارند و به خاطر تندروی کودکانه چپنماها و یا قساوت وحشیانه دست راستی ها جا نخورند. خلیل ملکی حدود 2 سال در زندان فلک الافلاک بود. اینطور که گفته می شود در زندان از زندانیان وابسته به حزب توده هم آزارها دید و اینطور که خودش در دادگاه نظامی گفت قصد جانش را هم می کنند. وی با نقل قولی از پسر ملک و شعرهای بهار موضوع فوق را مستند کرد. کشتن او به کنار، شماری از زندانیان وابسته به حزب که او را اونچنان که رادیو موسکو و رهبری حزب تبلیغ کرده بود مزدور و خائن میپنداشتن، حتی در صف توالت اونقدر معطلش میکردن تا آزار ببیند و تحملش را از دست بدهد و به او بخندند. به قول توماس هابز، انسان براستی گرگ انسان است. سال 1339 خلیل ملکی جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران را تأسیس کرد. کمی بعد در دیدار با اسدالله علم، مشاور و دوست شاه که چندین و چند نشست با او برگزار کرده بود، خواست تا نسخه ای از پیشنویس برنامه جامعه سوسیالیست ها را به شخص اول مملکت بدهد. علم به او پیشنهاد کرد خودش با اعلیحضرت ملاقات کند. میگویند ملکی در آغاز گفتگو به شاه گفت: اگر اعلیحضرت انتظار دارند من هم مانند درباریان هرچی را فرمودید تایید کنم، مسئله دیگری است. اما اگر اعلیحضرت مایل هستند از واقعیات موجود اجتماعی اونطور که هست، نه اونطور که مورد پسند است، اطلاع حاصل کنند، اون چی که من عرض میکنم صحیح است. دیدار خلیل ملکی با شاه که 2 بار صورت گرفت، به رقبایش بهانه داد که او را به عنوان عامل حکومت مورد حمله قرار دهند. گویا ملکی تلاش کرده بود شاه را به کنار آمدن با دکتر مصدق متقاعد کند، اما موفق نشد. همانطور که پیشتر اشاره شد، خلیل ملکی از اصلاحات ارضی در سال 1341 جانبداری میکرد. طرحی که جدا از مخالفت امثال آیت الله خمینی با بیتوجهی حزب توده نیز روبرو شده بود. وی اواخر سال 41، 4 ماه قبل از 15 خرداد، خطاب به دوستانش در اروپا نوشت:
در ایران فعلا یک جنبش واقعی ارتجاعی وجود دارد که به اصلاحات نیمبند کنونی نیز عقیده ندارد و فئودال ها و برخی از روحانیون واپسگرا اون جنبش را به وجود آوردند و میخواهند رژیم شاه را وادار به تجدید نظر درباره همین اصلاحات نیمبند کنند. در نامه 22 آذر 42 درباره واقعی 15 خرداد می نویسد: پس از 15 خرداد هیچ اتفاق تازه و مهمی پیش نیامده. تفسیر اوضاع به نظر من همان است که پیش بینی کرده بودم. سال 46 در نامه دیگر نوشت: تئوری اجتماعی شاه ایران راجع به تحول مترقی است اما کافی نیست. به خصوص ملی کردن آب همواره یکی از هدفهای ما بوده است. خلیل ملکی در دادگاه نظامی. نامه سرگشادی خلیل ملکی به دکتر علی امینی نخست وزیر وقت در 18 مرداد سال 40 سیمای فکری او را در سالهای آخر عمر نشان می‌دهد. در این نامه بزرگترین خطری که کشور را تهدید می‌کرد نه امپریالیسم غرب می‌دانست و نه توسعه طلبی شوروی و نه عمال داخلی آنها، حتی ارتجاع داخلی را هم بزرگترین خطر نمی دانست، بلکه می نویسد: خطری که از همه اینها بالاتر است این است که در کشور ما و در نهضت ملی یک رهبری که دارای سجایای اخلاقی لازم برای راهنمایی ملت، برای تجهیز نیروی آنها، برای نشان دادن راه صحیحی که باید در آن راه و برای هدفی مشخص پیش بروند وجود ندارد. فقدان این نوع رهبری بزرگترین نقص ملی ما و بزرگترین خطر برای استقلال و تمامیت ارضی ایران است. خلیل ملکی بعدها با اشاره به ناتوانی جبهه ملی در درک ماهیت و گستره اصلاحات ارضی، از اینکه ابتکار به خرج ندادند و در موقعی که موقعیت نصیبشون شد دوران امینی به میدان نیامدن، گلایه کرد و برخوردهای حصری جبهه ملی را زیر سوال گرفت و نوشت: اگر سیاست حذف ادامه یابد، جبهه ملی به معبد متروکی بدل خواهد شد که رهبران اون فقط بتوانند در مراسم ختم یکدیگر حاضر شوند و از دور سری به علامت آشنایی و تأسف تکان دهند. خلیل ملکی رنج میکشید و روز به روز تنها تر میشد. آخر سر ناتوانی جنبش سکولار و ظهور آشکار امثال خمینی که ارزش‌هایشون با همه اعتقادات او در تضاد بود باعث شد سال 42 از ایران برود. حدود یک سال و نیم در وین در اتریش ماند. وقتی هم برگشت دستگیر شد و به همراه علیجان شانسی، میرحسین سرشار و رضا شایان به دادگاه نظامی رفت و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به 3 سال زندان محکوم شد. رئیس دادگاه سرهنگ آریان نژاد، بعداً سرهنگ مؤمنی، و داستان سرتیپ فرسیو بود. در پی اعتراض‌ها و نیز درخواست برخی مقام‌های بین‌المللی و شاید پادرمیانی علم، بعد از تحمل 18 ماه زندان در مهر 1345 از زندان آزاد شد و توانست در مرکز تحقیقات علوم اجتماعی فعالیت کند. من دفاعی مفصل و مستدل وی را در دادگاه نظامی خواندم که جز به جز به اتهامات ناروا پاسخ میگوید و خلاصه ای از زندگی خودش را هم شرح میدهد. او ضمن دفاعیاتش به دادگاه 53 نفر و پرونده سازی
عبدالصمد کامبخش برای دکتر تقی ایرانی و دیگران هم اشاره می کند. خلیل ملکی در پایان عمر بیش از پیش تنها بود. متاسفانه گاهی بیش از حد الکل می نوشید و بهانه بیشتری به دست ازدادش می داد. چندین بار دوستان و اقوامش او را در اطراف منزل خود بی حال دیده بودند. وی بالاخره در 22 تیرماه 1348 با زندگی ودا گفت. وصیت کرده بود که در احمد آباد دفنش کنند تا نزدیک دکتر مصدق باشد، اما خواست وی اجابت نشد و کنار مسجد فیروزآبادی شهر ری خاکش کردند. خلیل ملکی در واقع تنها بود. چند تنی که همیشه همراهش بودند در جایگاهی نبودند که بتوانند راه او را ادامه دهند. مثلا شاگرد معروفش علی جان شانسی معمار بود. امثال او اگرچه آدم‌های خوبی بودند ولی نمی‌توانستند حامل اون پیام و اندیشه در اجتماع باشند. از حق نباید گذشت که خلیل ملکی از معدود افرادی بود که به بحث توسعه نایافتگی توجه داشت. او در زمره کسانی بود که در باب فلسفه تاریخ در ایران معاصر سخن گفت و اندیشه های فلسفه تاریخ را، به ویژه فلسفه ماتریالیسم تاریخی را، به زبان جدید توضیح داد. بزرگترین ویژگیش یکی مخالفت با تئوری توطئه و دیگری باور به اصلاح و در نتیجه گفتگو بود. او با انقلاب خونین و سیاست حذف دیگران مخالف بود. می گفت از استعمار بریتانیا شبه هولناکی برای ملت ایران ساختند و در سایه اون شبه یک محیط بدبینی و بدگمانی و بی‌ایمانی و عدم اعتماد به نیروی ملت به وجود آوردند. در نیرومندی استعمار هیچ شکی نیست، ولی باید دید این نیرومندی در چیست و این تأثیر در مرگ و ریشه جامعه ما که ورد زبان این آقایان استعمار زده گردید از کجا سرچشمه میگیرد؟ یکی از بزرگترین و مهمترین عوامل یا اسلحه و ابزار استعمار که بر همه مستولی شده همین یأس و بدبینی است. خلیل ملکی بدون کمترین توجه به قدرت‌های موجود اون چرا حق و حقیقت میدانست میگفت و مینوشت. اندیشمندی ساده و کوشا بود، اما به قول ابراهیم گلستان در عمل ناآشنا به قلقهای سیاست. البته ناآشناییش به قلقها و دوز و بند از خنگ بودن نبود، از ساده و صریح بودن بود. در آلمان دوره جمهوری وایمار درس خوانده بود و اندیشه هایش در همون دوره وایمار ریشه داشت که بیشتر بستگی به دقت و منطق داشت، نه به تقلب و تقلاب و پشت هم اندازی و خشونت و خرد شیشه داشتن در فکر و در رفتار برای رسیدن به جاه از راه دسیسه و در نتیجه و ناچار تن دادن متقابل به توطئه بازی. این با روح و فکر او سازگار نبود. اهل گفتگو بود و اعتقاد داشت که مبارزین باید چنین باشن. تواضع، شجاعت، روحی بردبارش و اینکه سیاست برای او هنر ممکنات معنا داشت از ویژگی های مثبتش بودند. البته قلمش روان نبود، خوب نبود، و از اینکه دیگران نوشته هایش را ویرایش کنن هم اکراه داشت. خلیل ملکی به دستاوردهای اصیل و سودمند جهان نو اعتقاد داشت و میخواست با توجه به منابع تاریخی و فرهنگی ایران بر جامعه ما منطبق گردند و یک ایران مدرن را بسازند. خلاصه نقاط مثبت کم نداشت، اما او و هیچ کس دیگر را نباید بت کرد. وی از یک سو سیاست بافان به قول خودش مزبزب را زیر سوال میبرد و سوی دیگر بیشترین تغییر را در مشی سیاسی خود او در دوران مختلف شاهدیم. البته در تغییرات نگرش سیاسی او عافیت طلبی و فرصت طلبی نقش نداشت و چه بسا از پرنسیب های اخلاقی او صورت میگرفت. به نظر من تغییر نگرش سیاسی او به تحولات پرشتاب دهه های 20 و 30 نیز بر می گشت. خلیل ملکی گاه از سید جعفر پیشوری وزیر حکومت خودمختار آذربایجان و مؤسس فرقه دموکرات حمایت می کرد و می گفت وی در حال اقدامات اصلاحی در آذربایجان است و مردم به او می پیوندن. اما در سالهای بعد به شدت پیشوری را به باد انتقاد گرفت و نوشت و
وقتی قسمتی از خاک ایران به وسیله قوای بیگانه اشغال شد، پیشوری بخشی از خاک وطن ما را به بیگانگان تسلیم نمود. خلیل ملکی گل بی‌عیب نبود. برای مثال نظر او درباره تقاضای امتیاز نفت شمال در دهه 1320 توسط شوروی سابق اصلاً قابل دفاع نیست. اساسی تر مقاله‌ای که در دفاع از تقاضای امتیاز نفت شمال توسط شوروی نوشته شده به قلم خلیل ملکی است. وی در دفاع از خواست امتیاز نفت شمال ایران از سوی دولت کمونیستی حاکم بر روسیه، طی تحریر مقالاتی به نقد اظهارات عملکرد دکتر مصدق می‌پردازد، چون که دکتر مصدق طی سخنرانی‌هایی در مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری 14 با خواست روس‌ها به مخالفت برخواسته بود و در اون رابطه ایشان تز سیاست موازنه منفی را در مقابله با سیاست موازنه مثبت مطرح نموده و همچنین پیشنهاد 4 تحریم امتیاز نفت را ارائه می‌دهد. پیشنهادی که با موافقت مجلس به قانون تحریم امتیاز نفت تبدیل می‌شود. مواضع و سیاستی که با خواست دولت شوراها، دولت حاکم بر مسکو و حزب توده ایران که مدافع و منافع اون دولت بود در تطابق نبود. سر و ته یک کرباس عنوان یکی از اون مقالاتی بود که خلیل ملکی آذر ماه 1323 در روزنامه رهبر ارگان مرکزی حزب توده در رابطه با مخالفت دکتر مصدق با اعطای امتیاز نفت شمال به دولت روسیه نوشت و از اون طریق به حمایت و پشتیبانی از خواست مسکو پرداخت. حالا از این موضوع بگذریم. آنچه بیشتر خلیل ملکی را برجسته می کند فقط مستقل بودن و دموکرات منشی او نیست. او را در رنجهایش هم باید دید که یکی از آنها ترد و لن توسط دوستان سابقش در حزب توده بود که او را زق نبود جلوه دادند. دکتر اپریم اسحاق هم که به قول ابراهیم گلستان به اعتقادهای اخلاقی مسلح بود، وقتی رساله چه باید کرد و حزب توده بر سر دوراهی را نوشت مزدور و خائن معرفیش کردند و همه میبایست دورش خط بکشند. وی دکتر ابراهیم اسحاق به خلیل ملکی چیزی به این مضمون گفته بود که اگر رهبری حزب توده با منتقدین در افتد از آنان شیاطینی میسازد که اون سرش ناپیداست، حتی اگر خودشون بدونن که اون به اصطلاح شیاطین و خائنین به سوسیالیسم مؤمن بوده و هستند، بازم اونها رو با تمام قوا خواهند کوبید تا از خاطره ها محو شوند. همین گونه هم پیش آمد. وقتی به فرموده قرار شد حزب توده خلیل ملکی را دراز کنند، بودن کسانی که به تهمت های حزب علیه او اعتقاد نداشتند. میدونستند او آدم پاکی است، در درون خیش شجاعتش را می ستودند، اما افترانامه علیه او را هم امضا کردند و یکی از آنها هنرمند ارجمند عبدالحسین نوشین بود. نوشین با خلیل ملکی هم زبانی می کرد، اما در آخرین لحظه با کمیته مرکزی حزب رفت و جانب پرونده سازان را گرفت. خلیل ملکی در رنجنامه‌اش به نوشین یادآوری می کند اگر یادت باشد در جلساتی که داشتیم
اسم احسان طبری، کیانوری و قاسمی رو میبرند. اگر یادت باشد در جلساتی که داشتیم تو هم بودی و یک شخص دیگری که تو میشناسیش، او اغلب آرام و ساکت بود، منظورش صادق هدایت است. ما افکاری رو با هم رد و بدل کردیم و انتظار داشتیم تو هم به اون افکار وفادار بمونی. منظور ملکی تحلیل هایی است در مورد انتقاداتی که نوشین به حزب می کرد. جبر جو عبدالحسین نوشین، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر و شاهنامه پژوه ایرانی را به تایید اون چه خودش می دانست نارواست واداش، و اون انسان عزیز هم اعلامیه سخیف حزب توده علیه خلیل ملکی را امضا کرد. او از پیشگامان تئاتر نوین ایران بود. رنجنامه خلیل ملکی اوائل سال 1327 خطاب به وی که به بیشخصیتی با شخصیت ترین روشن فکران اشاره می کند به خوبی گویاست. در پایان اشاره کنم، تا اونجا که من می دونم خلیل ملکی کتب زیر را به فارسی ترجمه کرده است: ملل فقیر از پیر موسا، جهان میان ترس و امید از تیبورمن، اردوگاه سوم و مسائل جهانی از رامانو هارلوهیا، انقلاب ناتمام از ایزاک دویچر، نقش شخصیت در تاریخ از پلخانوف. خانم ها و آقایان محترم، دوستان، خواهران و برادران عزیز، از شما سپاسگزارم که حوصله کردین، وقت گذاشتین و این بحث رو با همه نارسایی هایش، اشتباهاتش توجه فرمودین. من برای تهیه اون روزها و شبها بیدار ماندم و اصلا نفهمیدم کی نوروز آمد و کی رفت. سلام بر ایران، سلام بر شما، سلام بر نوروز، نوروز پیروز و بر بهار که می آید، هرچند زمستانیان نخواهند.